بسم الله الرحمن الرحیم سلام روز بخیر امروز توی سفت هندسه 11 هم میخوایم آنچه از کاربرد تبدیل ها جلسه پیش شناختیم رو بیاریم توی حل سوال استفاده بکنیم یه تیپ از سوالایی که امروز حل میکنم اینه که میگه کدام تبدیل به کار میرود که خب نکتهش رو میگم کاملا میفهمید باید چیکار بکنیم یکیش هم اینه که با تبدیله بخوایم سوال رو حل کنیم مثلا مسئله محاسبه ای حل بکنیم و مسئله استدلالی حل بکنیم امروز میخوایم تلاش کنیم چیزی که از تبدیل ها یاد گرفتیم رو تو حل سوال هندسه به کار ببریم با من همراه باشید تست شماره یک برای پیدا کردن نقطه روی خط دی که کمترین مجموع فاصله را تا دو نقطه ثابت A و B در یک طرف خط داشته باشد کدام تبدیل به کار می رود؟ بچه یه سری سوال ما داریم هی hey, از ما می کدام تبدیل به کار می رود؟ خب برای حل این سوال با من بیاید دو تا نقطه A و B داریم یه طرف خط دی می یه نقطه ای رو پیدا بکنیم که وقتی از A وصل می کنیم به اون نقطه بعد از اون نقطه وصل می کنیم به B جمع این مشکیا بشه مینیمم میگم آقا راهش اینه شما نقطه بی رو باستاب بده بیاد این این بشه یه مسیر مستقیم اگه این یه مسیر مستقیم باشه کمترینه دیگه از چه تبدیلی استفاده کردیم باستاب خب حالا اینه که فهمیدیم از باستاب حل میشه یه چیز دیگه هم یادت باشه وقتی این مینیموم میشه چون باستابه این دوتا زاویه هم با هم برابرن پس میتونه سوال به من بگه آقا اگه مثلا اون مینیموم باشه چه خاصیتی وجود داره زاویهشون با خط برابره دیگه چی اگه بیای از آم عمود بکنی این دو تا مثلث قائم و زاویه با هم متشابه میشه پس میتونیم هر کدوم از این ستا رو بگیم بگیم آقا این نقطه ام جاییه که مینیمومه جاییه که این دوتا زاویه برابرن جاییه که این دوتا مثلث متشابهن فرقی نمیکنه ولی برای پیدا کردنش از چه تبدیلی استفاده میکنیم باستاب پس سوال یک جوابش باستا محوری بریم سوال دو میگه مثلث ABC و مربع MNPQ مفروضن برای رسم خطی موازی بسه که در دو شکل پاره خطهای های برابر جدا کند کدام تبدیل به کار میرم میخوام من یه خط بکشم که اون تیکه‌ای که تو مثلث ایجاد میکنه و تیکه‌ای که تو مربع ایجاد میکنه با هم برابر بشه خب یه چیزی اون قسمتی که تو مربع ایجاد میکنه که حتما اندازه زل مربع دیگه نه با هم بیه روی تخته بچه ها من میخوام پس یه خطی بکشم که بیفته تو مسلس اندازه زل مربع باشه اون زل مربع خودش یه برداره دیگه نه من میام با اون برداره از نقطه مثلا اینجا شروع میکنم خب نرسید میرم از اینجا شروع میکنم نرسید میرم از اینجا شروع میکنم رد شد آره میبینی چی شد من همه رو با یه بردار دارم میرم یکیش کوتاهتر شد یکیش بلندتر شد جور در نیومد خلاصه من نقطه رو پیدا نکردم ولی یه چیزی بچا این مثل انتقال خط آبه دیگه من بیام کلا زل آبه رو چیه انتقال بدم زل آبه رو انتقال میدم میاد اینجا پس این انتقال یافته زل آبه آقا ما این انتقال دادیم اومد اینجا یه جایی زل آسه رو قطع کرد میگم اگه تو همین نقطه این خط رو ما بکشیم در دو تا شکل دو پاره خط برابر به وجود می آورد آره این که معلومه زلش مربع میشه اونورم که خب طبیعیه که اندازه این پارخطه برابر زل مربع بشه پس اینکه با من بیاد روی مانیتور بچه ها و اینکه پرسیده بود کدام تبدیل به کار میرود بگیم آقا انتقال به کار میرود گزینه یک علامت بزنیم بریم سوال سه میگه برای رسم خطی که از یک نقطه تقاطع دو دایره میگذرد و دو وتر برابر دو دایره ایجاد میکند کدام تبدیل به کار میرود پس دو تا دایره متقاطع دارم از یه نقطه تقاطع میخوام یه خطی بکشم که دوتا وتر برابر بشه با من بیاید میگم فرض این دوتا دایره متقاطع من میخوام اینو بکشم نگاه کنید این دوتا با هم مساوی بشن مثلا این ام آ و ب ام میخوام با هم مساوی بشه چجوری رو بکشم میگم بچه در واقع میدونید باید چی کار بکنم بیاید سوال یه جور دیگه بفهمیم بگم آقا من باید نقطه از دایره کوچیک رو پیدا کنم که وقتی وصل میکنم به ام به اندازه خودش امتداد میدم بیفته رو دایره بزرگه نقطه از دایره کوچیکه که وقتی به ام وصل میشه به اندازه خودش میره جلو بیفته رو دایره بزرگه خب یه کاری میکنم کل این دایره رو به این وس میکنم بنز خوش امتداد میدم وصل میکنم بنز خوش امتداد میدم بچه ها هم میتونم بگم تجانس معکوسه هم میتونم بگم دوران 180 درجه است دیگه جفتش هست پس این دایره ها رو حالا تو دوست داری اسمشو بذار تجانس معکوس اسمشو دوست داری بذار دوران 180 درجه تبدیل میکنیم مثلا میشه این دایره ای که من دارم سعی میکنم بکشمش خب چون این دایره ها. ما الان این کار انجام دادیم این دایره ها رو یا بگو دوران 180 درجه زدم یا ترجمه نصف محکوس زدم این افتاد اینجا اوکی؟ خب حالا هر جایی دایره بزرگر قطع بکنه وصل بکنم نقطه ام افته وسطش دیگه پس برای رسمی خطی که نقطه ام بیفته وسطش چه تبدیلی به کار میره بگیم آقا یا تجانس معکوس به کار میره یا دوران 180 درجه پس ما این سوال سه دوران علامت بزنیم دیگه بریم سراغ سوال 4 میگه برای رسم مثلث متساوی الاضلاعی که یک رأس آن نقطه آ دو رأس آن روی دو خط موازی L و L کدام تبدیل به کار میرود میخوام مثلث متساوی الاضلاع بکشم یه رأسش نقطه آ باشه دو تا رأس دیگه روی دو تا خط L و L باشه اینا هم با هم موازی هن. با من بیاید خب ببینیم بچه ها فرض کنید که من میخوام یه مثلث متصل الاضلاع بکشم یه رسش آ باشه یه رسش رو خط ال باشه یه رسش رو خط ال پریم مثلا شهودی به اصطلاح این مثلث ما باشه فرض کنید که من تونستم این مثلث متصل الاضلاع رو بکشم خب این زاویه رو من میدونم 60 درجه است درسته و میدونم که این دوتا با هم برابرند انگار بیایید سوال یه جور دیگه ببینیم انگار من میخوام نقطه ای از ال پیدا بکنم که وقتی به مرکز آ و 60 درجه دوران میدم بیفته رو ال پیریم نقطه ای از خط L رو میخوام که در دوران به مرکز آ و زاویه 60 درجه بیفته رو خط ال پیریم خب کدوم نقطه شه میگم نمیدونیم کدوم نقطه شه خب یه کاری میکنیم کل خط ال رو به مرکز آ به اندازه 60 درجه دوران می‌دی یعنی میگه آقا شما بیا خط ال رو به مرکز آ و به اندازه 60 درجه دوران بده تقریبا یه چنین خطی میشه دیگه نگاه کن اینو بگیریم اینجوری 60 درجه بچرخونی پس این میشه دوران یافته خط ال به مرکز آ و زاویه 60 درجه ما این کار کردیم دوران دادیم این خط ال شد این یکی شد سیاهه حالا هر جای ال پریمو قرض بکنه رئسی از مثلثه اندازه زل پیدا شد طبیعتا دیگه با خیال راحت راسبیرم پیدا می‌کنه پس برای رسم مثلث متساوي الاضلاع چه تبدیلی به کار میره با من بیاید دوران 60 درجه به کار میره اوکیه برای رسم مثلث متساوي الاضلاع دوران 60 ش... درجه رو نگفته ولی دوران که هست دیگه با خیال راحت گزینه چهار رو علامت میزنم سوال بعدی رو ببینید میگه برای رسم مثلث قائم و زاویه متساوی ساقین به اساس آ که دو رسم آن روی دو تا دایره متخارج باشن کدام تبدیل به کار میرود آقا رسمش ثابت زاویه هم قائم است عین سوال قبلی میشه دوباره من باید بیام میگم آقا کدام نقطه از یک دایره است که بعد از دوران 90 درجه به اساس آ میفته رو یکی یه دایره رو به مرکز آ و زاویه دور... 90 درجه دوران بدم خب چه جوری دارم این کار انجام میدم با دوران 90 درجه آقا تو مثلث متصوی الاضلاع چون زاویه مثلث 60 درجه بود شد دوران 60 تو مثلث قائم الزاویه متصوی ساقن چون زاویه رسا 90 درجه بود شد دوران 90 درجه اینو یاد بگیریم دیگه اینا شدن انگار کلید واجب به کمک اینا میدونیم باید چیکار بکنیم بریم سراغ سوال بعدی سوال 6 میگه برای رسمی برای رسم مربعی محات در مثلث آبسه پس قرار یه مربع داخل مثلث آب سه کنم یه زلش بیافته رو به سه دو تا رسه دیگه رو آب و آسه باشن کدام تبدیل به کار می رفن. خب با من بیاید برای سوال شیش خب من میخوام یه کاری انجام بدم چون چیز خاصی نداشت بچه من فقط جا خالی براش گذاشتن این مثلث آبسه من میخوام یه مربع داخل این موهات کنم یه زلش بیفته رو به سه دو تا رستش هم بیفتن رو آبه و آسه من اولین کاری که انجام میدم اینه که میگم بیا همینطوری یه مربع بکشیم البته یادت باشه وقتی یه زلش میفته رو به سه یعنی ازلای مربعت افقی و قائم دیگه دو تا رستش هم بیفته روی مثلا آبه و آسه من همینطوری یه خط اینجا میکشم با این یه مربع درست میکنم با این کار میکنم یا مربع درست کنم نشد مربع این زلش نیفتاد رو بسه میگم خب میدونی مشکلش چیه که این زل مربع نیفتاد رو بسه مشکلش اینه که کوچیکه چیکار کنیم بزرگش کنیم که بیافته رو بسه معلومه دیگه کدومی که تبدیل ما بلد بود این کارو بکنه تجانس پس حالا یه کاری میکنم یه تجانس به مرکز آده در نظر میگیرم خب از آ میارم به این دو تا راست میکنم امتداد میدم من میگم فرض کنید تجانس ما این دوتا نقطه رو بیاره اینجاها این حالا بیایید با این دوتا نقطه یعنی با این اندازه مربع درست کنید من میخوام بگم حتما دوتا رأس دیگه این مربعه میفتن رو آبه و آسه آقا چرا اینه میگی این حتما میگم به خاطر تجانس نگاه کن اگه من موازی این بکشم حتما باید بیافته رو این زل دیگه اگه موازی این بکشم حتما باید, باید بیافته رو این زل. و این میشه اون مربعی که من دارم بهش فکر میکنم پس اگه به من بگن آقا برای رسم شکل مهات باید چی کار بکنی؟ مثلا مربعی رو مهات کنی داخل مسلس آبسه نمیدونم نیم دایره محات کنی مربع داخل نیم دایره محات کنی مسلس متساوی الاضلاع محات کنی داخل مثلا یه شکلی برای رسم شکل مهات یه دونش رو کشیم بعد یه حالا کچیکتر میکشیم یا بزرگتر دیگه مربع کوچیک در اومد با تجانس بزرگش میکنیم میشه اون اتفاقی که ما میخوایم پس با من بیاید سوال 6 که پرسیده بود برای رسم مربع موهات در مثلث آبسته که یه زلان فلان فلان کدام تبدیل به کار می رود میگیم آقا جواب حتما تجانوس خب پس تا اینجا داریم میفهمیم که آقا برای پیدا کردن نقطه با کمترین فاصله تکلیفمون با باستاب معلوم میشه برای پیدا کردن شکل موهات احتمالا باید بریم سراغ تجانوس برای رسم مثلث قائم الزاویه متساوی ساقین و متساوی الاضلاع و فلان زاویه خاص دارن موات نه یه رستش این وریه رستش اون اینجور چیزها لازم داریم خب بیایم این ببینیم میگه در مستطیل شکل مقابل پرتو نوری از آب به ب تابانده می شود اگر این پرتو نور پس از باستاب نسبت به NPO و PQ به نقطه دی روی زل MQ برسد طول مسیری که پرتو نور طی کرده چقدر است به میگه آقا ما از آ میزنیم به ب احتمالا باستابش میخوره به PQ بعد دوباره از اینجا میخوره به کل اینو حساب کن ببین چقدر خب با من بیاید فرض کنید که این باستاب این پرتای نور اولیه‌مون باشه و اینم باستابش میخوام یه چیزی بگم بچه ها اگه اینجا چهار چاره اینجا هم باید سه سه باشه در واقع اگه اینجا چهار چاره پس این زاویه چهل و پس اینم چهل و پنجه پس اینم میشه سه, سه بعد دوباره الان من میخوام باستاب بدم چه اتفاقی میفته؟ دوباره نگاه نه بود دیگه سه پس اینجا میشه شیش پس اینجا هم باید باشه چقدر 6ش همون اتفاق دیگه 45 45 45 اینجا هم همینطور 45 خب حالا دونه دونه اینا رو حساب بکنیم ببینیم که کل این مسیری که این پرتوی نورته میکنه چقدره آقا 4 و 4 اینجا میشه 4 رادیکال 2 قبوله 3 و 3 اینجا میشه 3 رادیکال 2 6 و 6 اینجا میشه 6 رادیکال 2 6 رادیکال 2 و 4 رادیکال 2 و 3 رادیکال 2 طول مسیری که پرتوی نورته کرد شد یه 4 رادیکال 2 و یه سه رادیکال دو و یه شیش رادیکال دو چقدر میشه جمع اینا شیش و چارده و سه میشه سیزده رادیکال دو پرسیده بود که آقا این چه مسیر رو طی کنه با من بیاید روی تخته دیدیم آقا مسیری که طی کنه داره میشه سیزده رادیکال دو خب بریم سراغ سوال, سوال هشت میگه پاره خط سده و دو نقطه آبه مطابق شکل در یک طرف آن مفروضن. برای پیدا کردن نقطه مانند ام روی سده که داشته باشیم AMC مساوی BMD کدام تبدیل به کار می رود؟ یه بچه ها توی داستان کمترین فاصله چی گفتم؟ گفتم اگه یه نقطه اینجا باشه که این AMB کمترین فاصله باشه هم زاوی ها با هم برابرن هم مسازقه هم و ها متشابه چه جوری پیداش می کنی؟ باستاب مهبری. الان اینجا میگه آقا شما یک کاری کن زاوی ها برابر بشن خب بازم من اینو با باستاب انجام میدم دیگه خیلی فرقی نمیکنه اینکه پرسیده کدام تبدیل به کار می بازم جواب من میشه باستا. بریم سوال بعدی. سوال نه میگه در شکل مقابل برای رسم خطی گذرند از M که دو نیم خط OX و OY را قطع کند و نقطه M وسط نقاط تقاطع باشد کدام تبدیل به کار می‌رود؟ یه سوال حل کردیم که نقطه M وسط وتر دو تا دایره باشه. اونجا دیدید با تجانس معکوس یا دوران 180 درجه حل شد. خب حالا این سوال بیاید انگار میگه آقا شما یه خطی بکشید خب که ام بیفته وسطش این با این برابر باشه من میگم آقا اگه قرار اینطوری باشه انگار سوال به من میگه کدوم نقطه از او ایکسه که وقتی به ام وصلش کنم به اندازه خودش امتداد بدم میفته رو او ایگرگ میگم خب من نمیدونم کلا بیا این کار رو با او ایکس انجام بدیم کل نقاط او ایکس رو به ام وصل کنیم به اندازه خودش امتداد بدیم خب اگه خط او ایکس نسبت به ام قرینه کنیم یعنی واسکوی منز خوش امتداد بدیم این به دست میاد بگیم آقا دوران یافته نسبت به ام خب البته میتونیم میتونستیم بنویسیم تجانس معکوس دیگه دوران یافته نسبت به ام با زاویه 180 درجه یا یا بگیم آقا او ایکس رو 180 درجه چرخونی اومد اینجا هر جا او ایگ رو قطع کرد میشه اون نقطه‌ای که ما داریم دنبالش میگردیم که ام میفته وسط این پاره خط پس با من بیاید ما فهمیدیم جواب این میشه یا دوران 180 درجه یا تجانس معکوس این که تجانس مستقیمه به درد من نمیخوره همون گزینه دو رو علامت میزنم حالا خیلی شبیه اون سوال دهه ببین میگه در شکل مقابل برای رسم خطی گذرند از ام که او ایکس و OY را به ترتیب در آو کند به طوری که ام آ مساوی دو برابر ام به کدام تبدیل به کار میرود اصلا یه چیزی بگم اگه قراره یه نسبت خاصی وجود داشته باشه انتقال و باستاب با و دوران که نسبت ایجاد نمیکنن حتما کار با تجانس داره انجام میشه فقط ما نسبت تجانس رو باید درست تشخیص بدیم با من بیای میگه آقا شما فرض کنید یه خطی میکشید که او ایکس و او تو آو ب قطع میکنه خب و بعد مثلا ام میشه دو برابر ام به. یعنی مثلا اینجا دو اینجا یکه اینجا دو آه اینجا آه. هر چی فرقی نمیکنه خب من میتونم بگم آقا شما بیا اینو با تجانس به مرکز ام و نسبت منفی دو تبدیل کن چون این الان دقیقا نسبت منفی دو به من میده دیگه با تجانس به مرکز ام و نسبت منفی دو چیه تبدیل کن این خطه بعد از تجانس به مرکز ام و نسبت منفی دو میاد اینجا اوکیه پس مجانس او به مرکز ام و نسبت کا مساوی منفی دو خب هر جایی که خط او ایگ قد کرد نقطه آ چرا؟ چون اگه وصل بکنی این پار خط دو برابر این میشه و میشه دقیقا همونی که سوال از ما خواسته بود اینکه ام دو برابر ام باشه پس نسبت تجانسمون چقدر شد؟ نسبت تجانسمون شد منفی دو عملا هم تو این سوال ده ما دنبال نسبت تجانس بودیم دیگه میخواستیم نسبت تجانس رو پیدا بکنیم خب بریم سراغ سوال 11 میگه دو خط متقاطع ال و و پاره خط آب مفروضند. برای رسم پاره خطی موازی مساوی با آبه که دو سر آن روی دو خط ال و ال باشن کدام تبدیل به کار می رود؟ من میگم آقا اگه پاره خط موازی مساوی داری موازی مساوی باستابه یا دوران هیچ کدوم آیا تجانس نه من اصلا میگم پاره خط موازی مساوی جنسش بردار انتقاله حالا چه تو شکل اینو بکشی چه شکل اینو نکشی با خیال راحتی ما انتقال حل میشه خب تقریبا شبیه همون سوالی بود که یه مربع داشتیم یه مثلث میخواستیم یه پاره خطی بکشیم که راستاش معلوم بود قرار بود مساوی هم باشن با هم گفتیم آقا با انتقال حل میشه اینجا هم دقیقا همینه پس سوال 11 رو من با خیال راحت گزینه 3 علامت بذارم. بریم سوال بعدی میگه دو دایره C1 و C2 و دو نقطه A و ام برای رسم مثلث ABC که رأسای به و روی دو دایره بوده و M وسط ضلع B باشد کدام تبدیل به کار میرون آقا M قرار وسط ضلع B باشه یعنی انگار من میخوام نقطه M رو یه جوری انتخاب بکنم ببخشید نقطه به اوسر رو یه جوری انتخاب کنم که ام بیفته وسط اینا ام بیفته وسط اینا یعنی یا تجانس با نسبت منفی یک داری یا دوران 180 درجه اوکی یا کدومشو داریم تجانس با نسبت منفی رو که نداریم پس جواب میشه طبیعتا دوران 180 دیگه یاد گرفتیم دیگه نقطه وسط رو میخوای پیدا بکنی حتما یا تجانس با نسبت منفی یک یا دوران 180 درجه است خب سوال 13 میگه برای رسم مربعی محات در یک نیم دایره که یک زل آن منطبق بر قطر نیم دایره باشد کدام تبدیل به کار میرود آقا مربع محات میخوای کارت با تجانسه یه مربع میکشی یا کوچیکه یا بزرگ دیگه اگه بزرگه میخوای کوچیکش کنی اگه کوچیک میخوای بزرگش بکنی مثل همون سوالی که مربع رو تو مثلث محات کردن پس راه من چیه حتما تجانسه سوال 14 رو ببینید میگه دو نقطه آ و به دو طرف خط دی قرار دارن برای پیدا کردن نقطه ام روی خط که امای منهای ام بیشترین مقدار ممکنه باشن آقا باز میگه مجموع تفاضل حتما راه حلش چیه باستابه اصلا نه شکل میخواد نه چیزی این حتما با باستاب حل میشه سوال 15 رو ببینید میگه خط دی و دایره M و نقطه آ خارج از آنها مفروضن برای رسم مثلث قائم مزاویه متساوی ساقه اینه آ که آ 90 درجه باشه به روی خط سی رو دایره باشه کدام تبدیل به کار می من که میگم زاویه ی 90 درجه داری باید با دوران 90 درجه این کار رو بکنی ولی با من بیا من شکلشم برات بکشم نگاه کنین میگه ما یه خط داریم یه نقطه داریم یه دایره میخوایم یه مثلثی بکشیم قائم و زاویه یا متصاوی ساقین. آ رأسش خب بعد یه رأس از این مثلث قائم و زاویه متصاوی و ساغین رو دایره باشه یه رأس دیگهش رو خط باشه یعنی این دوتا با هم مساوی این زاویه هم 90 درجه رأس بی مثلا روی خط رأس سی روی دایره چجوری این رو بکنی؟ من میگم بچه ها نگاه کنید اگر شما دوران 90 درجه به مرکز آ در نظر بگیرید چی اتفاقی میفته به رو میبره روسی دیگه پس بیا سوال یه جور دیگه ببینید بیا بگیم آقا چه جوری ممکنه من یه نقطه ای روی خط دی پیدا بکنم که وقتی به مرکز آ و زاویه 90 درجه دوران میدم میفته روی دایره وقتی به مرکز آ و زاویه 90 درجه دوران میدم میفته رو دایره چه جوری نو پیدا کنم میگم خب کدومش این اتفاق میفته نمیدونی خب بیا یه کاری کن کلا خط دی رو به مرکز آ به اندازه 90 درجه دوران بده آره کلا خط دی رو به مرکز آ و زاویه 90 درجه دوران بده این میشه دوران یافته خط دی به مرکز آ دوران یافته دی به مرکز A و تتا مساوی 90 درجه این آقا یعنی این خط رو 90 درجه چرخوندن هر جا دایره رو قطع کنه جوابه آقا یه بار دیگه هم داره قطع میکنه بچه یه دونه دیگه هم جواب وجود داره اینطوری میبینید یه مساس قائم مساوی این مساوی ساقین دیگه هم میشه کشید این خط دو بار قطع کرد دو تا جواب وجود داره ولی به هر حال ما میخواستیم بفهمیم کدوم تبدیل به کار میره با من بیاید گفتم چون اینجا بحث زاویه 90 درجه هست حتما تبدیلی که این کارو میکنه دورانه 90 درجه است پس یه جورایی تهش اینو بگیم اگه قرار یه نقطهای وسط پاره خط باشه تجانس معکوس یا دوران 180 درجه اگه قرار یه مثلثی بکشیم که زاویه خاص داره مثلا مثل این سواله قایم مساوی اون سوی ساقه مزاوی لازل فلان دوران میخواد اگه قرار شکل محات کنیم تجانس میخواد درسته اگه قراره یه پاره خط موازی مساوی به اصطلاح بکشیم انتقال میخواد اینجوری میتونیم نوع تبدیلمون رو همیشه با خیال راحت پیدا بکنیم خب کار ما و فصل دوم تمام از جلسه بعد ان میریم سراغ فصل سوم روابط طولی در مثلث و هندسه و اینجور چیزا و یه سری قضایای اونجا مطرح خواهیم کرد جلسه بعد میبینیم خسته نباشید خدا